به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. بچه های عزیز سلام، من کامران محمدی هستم، دبیر دبیرستان های شهرستان نورستانی. در خدمتون هستم با تدریس درس ششم، ادامه‌ی درس ششم عربی دهم علوم انسانی شروع کنم. موضوع بحثمون اعراب اجزاء الجمله الاسمیه و فعلیه، یعنی اعراب اجزاء جمله اسمیه و فعلیه. خب بچه های عزیز، قبلن تو درس پنجم در رابطه با جمله اسمیه و جمله فعلیه اصطلاح خوندیم. من یه اصطلاح خلاصه و شمه ای از درس قبل رو آوردم در اول آغاز بحثمون که وارد موضوع اصلی بشیم. ببینیم بچه، من از زبان شیرین فارسی شروع کنم. زبان فارسی از زبانهای شیرین است. در این جمله زبان فارسی نهاد است، عبارت از زبانهای شیرین است، تو بهش میگن گزاره. یا ایران کشوری زیباست، ایران نهاد کشوری زیباست، رو بهش میگن گزاره. یعنی کل عبارت رو بهش میگن چی؟ گزاره. اما در زبان عربی به چه شکلی هست؟ خب این جمله رو داشته باشید: مدیر مدرسه‌ای واقف امام مدرسه. الله یعلم الغیب النجات فی الصدق. این سه تا جمله اگه دقت بکنید با چی شروع شده؟ با اسم شروع شده. به این خاطر بهش میگن جمله اسمیه. خب شامل همونطوری که قبلا خوندید مبتدا و خبر میشد. مدیر و مبتدا، واقفان خبر. الله و مبتدا، یعلم و خبر. النجات و مبتدا، فصدق هم خبر. یعنی جمله اسمیه شامل مبتدا و خبر میشه. خب دقت که میکنی یه تفاوتی در عربی و فارسی وجود داره. در فارسی کل عبارت میشد به اصطلاح گزاره، یعنی ایران نهاد کشور زیباست میشد گزاره. زبان فارسی نهاد از زبانهای شیرین است میشد گزاره. اما در عربی یک کلمه به عنوان هسته اصلی میشه خبر، یعنی واقفان فقط خبره، یعلمو و فصدقه. شکلهای خبر همونطوری که ببینید شکلهای خبر یا یک اسم هست، یا یک اسم هست، یا یک فعل هست، یعلمو فعل هست، و یا یک حرف به اضافه اسم. خاصیت خبر همینه که معنای مبتدا رو در واقع کامل بکنه. مدیر مدرسه جلوی مدرسه ایستاده است. کلمه خبر، خبر میدهد از مبتدا. یا الله و یعلم، خداوند میداند، یعلم خبر است. و النجاتو یعنی رهایی در چیه؟ در راستویه، در راستیه، میشه جار و مجرور. اما جمله فعلیه رو هم قبلا خوندیم. جمله فعلیه میدونید که جمله‌ای که با فعل شروع شد دارای دو شکل هست: یا فعل به اضافه فاعل، عنوان مثال رجع الرجل من السفر، رجع فعل الرجل فاعل، و یا اینکه فعل به اضافه فاعل به اضافه مفعول، ینظر الصائب المناظر، ینظر فعل الصائب فاعل مفعول. یعنی جمله فعلیه این دوتا به اصطلاح شکل و یا آیتم رو داره. اما موضوع هستی بحثمون اعراب هست. اعراب یعنی چی؟ تعریف اعراب. اعراب یعنی حرکت آخر کلمات در زبان عربی. یعنی هر کلمه‌ای در زبان عربی با توجه به نقشی که داره یک اعراب مشخص
خودش میگیره که بهش میگن المحل اعرابی، محل اعرابی. خب اما چند نوع اعراب ما داریم؟ به اصطلاح سه نوع اعراب داریم. خب یکی رفع یا مرفوع، رفع یا مرفوع علامتش او یا تنوین آن و آنه در مثنا و واونون در جمع مذکر. این حالت به اصطلاح رفعی هست، یعنی در واقع این الف علامت به اصطلاح رفع هست، یعنی به جای زمه اومده. این واو رفع هست، به جای زمه اومده. خب مثال هاش الکاتبو مرفوع هست، الکاتبو مرفوعه، مرفوع به زمه او. کاتبون باز هم چیه؟ یه حالت دیگه از مرفوعه، تنوین آن. الکاتبان مرفوع به چیه؟ آفرین، مرفوع به الف هست. و الکاتبون مرفوع به واو هست، یعنی به اصطلاح حالت رفعی دارای این وضعیتی هست که شما ملاحظه میکنید. خب نصب چیه یا منصوب؟ حالت نصبی، نصب یعنی کلمه که آخرش فتحه داشته باشه یا تنوین ان، و یا یامنون ینه در مثنا، ینه نامونش به اصطلاح کسره داره، و ینه در جمع مذکر. مثال هاش الکاتبه کاتبن، الکاتبین، الکاتبی نه. اینها در واقع یه در مثنا و جمع نشون دهنده نصب هست، منصوب هست. این کلمات رو بهشون میگن منصوب، یعنی آخرشون به اصطلاح فتحه هست یا تنوین، و یا یه نه در اسم مثنا و یه نه در جمع مذکر. حالت سوم هم جر یا مجرور هست. مجرور یعنی چه؟ یعنی کسره. مجرور از جر میاد، جر یعنی کشیده شده، کسره یا تنوین ان، ینه در مثنا و ینه در جمع مذکر رو بهش میگن حالت مجروری. مثال هاشون هم که اینجا وجود داره، الکاتبه مجرور هست، در واقع الکاتبه مجرور هست، کاتبین هم مجروره، کاتبینه و کاتبینه هم به اصطلاح حالت جر هست، یعنی اسم مثنا با ینه و اسم جمع مذکر با یه و نه. این سه حالت حالت‌های اعرابی هستند. هر کلمه‌ای با توجه به نقشی که داره یکی از این حالت‌های اعرابی رو به خودش میگیره. خب کلمه مغرب چه کلمه ایه؟ کلمه مغرب کلمه ایست که با توجه به نقشش یکی از اعرابها رو به خودش بگیره، یعنی در واقع کلمه مغرب اعرابش تغییر میکنه با توجه به اون نقشی که داره. اما چند تا نکته ببینید بچه ها، قبلا هم تو درس قبلی خوندید که در جمله های فعلیه، در جمله فعلیه فاعل و در جمله اسمیه مبتدا و خبر دوتاشون مرفوع هستن، یعنی فاعل و مبتدا و خبر مرفوع هستن. مرفوع یعنی چی؟ یعنی ضمه یا اون یا واونون و الف و نون. خب عنوان مثال، قرأ الطالب المجد الدرس، قرأ فعل و طالب و فاعل و مرفوع، مرفوع به چی؟ به ضمه، به او. رأى المؤمنون الأحزاب، و رأى فعل المؤمنون فاعل مرفوع به واو، مرفوع به واو هستش اینجا. یعنی در واقع این هم به جای او اومده، به جای ضمه اومده. خب مثال های بیشتر، علام البنفسجیو محدق الاعصاب، علامنا مبتدا مرفوع، مرفوع به او.
صفت هست و محدقه میشه خبر مرفوع به زمه، محدقه خبر مرفوع به زمه یعنی رنگ و نقش، رنگ و نقش آرام کننده اعصاب است، در واقع آرامش بخش است، میشه مبتدا خبر. همونطوری که گفتم هسته اصلی کلمه اون به عنوان به اصطلاح خبر است، محدقه یعنی چی؟ آرام کننده. خب جمله بعد خلاصه بفرمایید. العالمون محترمون فی المستمعین. خب العالمون مبتدا مرفوع به چی هست؟ مرفوع به واو. آفرین. محترمون چه خبر؟ مرفوع به واو. از حالت رفعی به اصطلاح یکی از حالت رفعی واو هست. حالا کلمات مورد رو خدمتون گفتم که کلمات مورد اعرابشون به اصطلاح همیشه تغییر میکنه با توجه به نقشی که میگیرن، یا مرفوع میشن و یا منصوب و یا به اصطلاح مجرور. اما کلمات مبنی چه کلماتی هستن؟ بس به دومنسانی کلمات مبنی کلماتی که بر یک اعراب ثابتی باقی میمونن. کلمات مبنی در واقع همیشه یک اعراب ثابت دارن، اعرابشون تغییر نمیکنه. برخی کلمات مبنی اینا هستن: ضمیر، یعنی ضمایر جزء کلمات مبنی هست، اینا رو به ذهنتون بسپارید. ضمیر مثل انتم، هم، هو، اینها. اسم اشاره مثل هذا، هذه، هؤلاء و بقیه اسمای اشاره. کلمات پرسشی یا استفهام مثل من، کیف، عینا. من یعنی چه کسی؟ کیف چگونه؟ عینا یعنی کجا؟ اینها کلمات جز کلمات مبنی هستن. خصوصیاتشون چیه؟ خصوصیاتشون اینه که اعرابشون همیشه ثابته، هیچ تغییری نمی‌کنه. خب اما نکته گفتم که اعراب یا حرکت آخر این کلمات همیشه ثابت است. عنوان مثال من به اصطلاح از عبارت کتاب تو مثال آوردم. هذه منظرتون جمیلتون. هذه اینجا مبتدا است. هذه مبتدا. خب یعنی این منظره زیباست. جمله بعد شاهدت هذه المنظره. این منظره را مشاهده کردم. فعل و فاعل هذه چی؟ مفعول هست. این منظره را مشاهده کردم. خب جمله بعد وقع هذه المنظره فی ایران. این منظره در ایران واقع شد یا واقع است. خب این هذه اینجا فاعل هست، فعل و فاعل. بس خب اگه دقت بکنید این یک اسم اشاره ای که در سه جمله متفاوت، در سه جمله متفاوت یک اعراب گرفته. هذه، هذه، هذه. هیچ فرقی نکرده، هیچ تغییری نکرده. چون این کلمه ای رو بهش میگن کلمه مبنی. خب برای به اصطلاح سرگرمیتون یک تست به اصطلاح اینجا من آوردم. اگه هر عبارت التي يوجد فيها اسم مبني، يوجد فيها اسم مبني. خب یک الاثار التاريخيه تتذب تتذب السائلين. شماره دو نذهب لنشتري حبوب حبوبا مسكنا للصدا. اذكر عماره من العمارات الاثريه في مدينه شيراز. واذا راى المؤمنون الاعداء قالوا هذا ما وعدنا الله، هذا ما وعدنا الله. خب ببینید تضمین میکنم آثار تاریخی گردشگران را تضمین میکنند. شماره دو میرویم تا قرصهای آرامش بخشی برای سردرد بخریم.
اذكر عمارة من العمارات الأثرية، يعني يكي از مثلا آثار تاريخي رقمان يا سرقان هاي تاريخي در شهر شيراز را ذكر كن. خب وإذا رأى المؤمنون الأعداء قالوا هذا ما بعدنا دار، هنگامی که مؤمنان دشمنان را دیدن گفتن این چیزی است که خداوند به ما وعده کرد. هادا اسم اشاره هست و مبنی هست، در عبارت چهارم اسمای اسم مبنی وجود داره، یعنی شما راحت این کلمات مبنی رو بلد باشید راحت میتونید دست رو پاسخ بدید. موضوع بعدیمون به اصطلاح اعراب صفت و مضاف الیه هست که جزء همین درس هستش. خب در کتاب نهم قبلا خوندید که صفت کلمه ایست که بعد از موصوف آمده و اون را توصیف می کنند. صفت همیشه بعد از موصوف میاد و باعث میشه که توصیفش بکنه، اون رو توصیف بکنه. در زبان فارسی من میخوام مثال خدمتون عرض کنم، گل زیبا یکی صفت هست برای گل. انسان عاقل صفت هست برای انسان. منظره های دلربا صفت هست برای منظره، که میتونیم به اصطلاح یک تر یا ترین که آخرش اضافه کنیم به اصطلاح درست در میگیم زیباتر، زیباترین، عاقلتر، عاقلترین یا دلرباتر، دلرباترین. در عربی، در زبان عربی مثال بگم وردتان جمیلتان صفت هست برای وردتان، یعنی گل زیبا. الانسان العاقل، انسان عاقل موصوف و صفت. المناظر الجمیله، منظره های زیبا، زیبا بودن، زیبایی صفت است برای مناظر. خب یه مقایسه بکنید اینها رو با هم دقت بکنید. اونجا گفتیم وردتون جمیلتون، دقیقا جمیلتون مثل وردتون هست، اعرابش تبعیت کرده، تابع هست، یعنی صفت تابع موصوف هست، اعراب مستقل از خودش نداره بلکه تابع موصوف هست. عاقل الانسان العاقل المناظر الجمیلته. همونی که در اعراب آخری کلمه مشاهده می کنی صفت در اعراب تابع موصوف هست. این خیلی مهمه، نکته بسیار مهمی هست، یعنی صفت هیچ اعراب مستقلی از خودش نداره، هر اعرابی که موصوفش گرفت این هم میگیره. اما در مورد به اصطلاح مضاف الیه قبلا خوندید در ترکیب اضافی که شامل مضاف و مضاف الیه میشد، اعراب یا حرکت حرف آخر مضاف الیه همیشه مجرور است، یعنی چی میگیره؟ کسره میگیره، حالت جر قبلا خدمتتون گفتم. اما شکل های مضاف الیه به دو شکل هست، یعنی آیتم های مضاف الیه به دو آیتم تشکیل میشه، یکی اسم به اضافه اسم، یعنی اسم بعدش هم اسم، مانند شاطئ البحر یعنی ساحل دریا، شاطئ مضاف البحر مضاف الیه، یا اسم به اضافه ضمیر هست، کتاب او، کتاب او، که در اینجا البحره میشه مضاف الیه، اینجا هم هو میشه مضاف الیه، ترکیب اضافی هست. خب گفتیم که اصطلاح مضاف الیه همیشه مجرور هست، حالت جر میگیره همیشه. خب نکاتش، خب یک، اسم مثنا و جمع مذکر وقتی که مضاف باشن نونشون حذف میشه، این دوتا اسم مثنا یعنی که بر دو نفر دلالت میکنه و جمع مذکر که بر بیش از دو نفر دلالت میکنه که قبلا خوندید، اینها وقتی که مضاف واقع بشن نونشون حذف میشه. باقیده است عینیه
عینین نهه بوده در واقع نونش چی شده؟ حذف شده یا طالبون علم طالبودن از طالبونن بوده نونش حذف شده این قاعده است وقتی که اسمهای مستند و جمع مذکر سالم مضاف واقع بشن نونشون حذف میشه خب دو مضاف هیچ وقت الف و لام و تنوین نمیگیره مضاف هیچگاه الف و لام و تنوین نمیگیره عنوان مثال از مثالهای کتابتون باز هستش الغراب جاسوس الغابتی غراب جاسوس الغابتی جاسوس غلط هست چرا؟ چون مضاف تنوین نمیگیره یا الغراب جمله دوم الغراب و الجاسوس و الغابتی باز هم غلط هست چرا؟ چون مضاف هیچ وقت الفلام نمیگیره الغراب و جاسوس و الغابتی این صحیح هست یعنی در واقع کلاغ جاسوس جنگل هست اگر رو کنی مضاف الی در سه جمله به اصطلاح مجرور هست مضاف الی همیشه مجرور هست این عنوان یک قاعده در ذهن مبارکتون جا بدید که مضاف الی همیشه مجروره مجرور هم میدونید که کسره هست و در اسم مثنا یه و نه یه نه و در جمع مذکر سالم یه نه یا اینه اصطلاح نکته بعد ببینید بچه ها مصدر هم اسم به حساب میاد مصدر هم جزء اسم هست مصدر چیه؟ مصدر در زمان فارسی ما میگیم به اصطلاح شنیدن، گفتن، نشستن، خواندن اینا رو بهشون میگن مصدر مصدر تعریف مصدر کلمه‌ای که انجام کار یا حالت رو نشون میده و کاری به زمان هم نداره خب مصدرها هم دو شکل دارن تو درس اصطلاح چهارم اینا رو خوندیم قول یعنی گفتن کتابت یعنی نوشتن صداقت راست گفتن عداوت دشمنی کردن اینا رو بهشون میگن مصادر ثلاثی مجرد یعنی دارای فعلی هستن که ریشه صرفی داره ریشه صرفی داره که قبلا خوندید اینها رو از قاله گرفته شده از کتبه گرفته شده این صداقت از صدقه گرفته شده عداوت از عدوبه گرفته شده اینها مثلا دارای ریشه صرفی هستن اما یه سری مصادر جدیدی باز تو درس به اصطلاح 3 و 4 خوندیم در مصادر مزید انارت یعنی روشن کردن تحریک یعنی به حرکت وادار کردن مکاتبت یعنی مکاتبه کردن نامه‌نگاری کردن اینا مصادر ثلاثی مزید هست که باباشو قبلا خوندیم بابای ثلاثی مزید رو باید شما حفظ داشته باشید به عنوان مثال انارت رو مدونه روشن کردن شهرها مضاف مضافان الی تحریک و صناعت یعنی به حرکت در آوردن صنعت قول العاقل گفتار عاقل اینها صداشون به صدا ترکیب اضافی هست المدونه مضاف الی الصناعت مضاف الی العاقل هم مضاف الی و مجرور اما نکته فراتر از کتاب یعنی در واقع تو عبارت های کتابتون اومده اما در اعلاموی درس ذکر نشده اینکه بعضی از کلمات هستن که همیشه بعد از اونها مضاف الیه میاد یعنی بعد از این کلمات یک اسمی به عنوان مضاف الیه میاد اینها چی هستن؟ کلماتی مثل کل، جمیع، بعد، اکثر تمام یعنی تمام بعضی و بیشتر یا کلماتی که نشان دهنده جهت هستند تحت فوق امام خلف اینها هر کلمه‌ای که بعدشون بیاد همیشه مضاف الیه و مجرور هست اینو در ذهنتون داشته باشید خب بچه‌ها قبلا گفتیم که بعضی از کلمات هستن که بعدشون یعنی کلمه بعدشون حتما مضاف الیه است که گفتم که من تو از جمله به اصطلاح کلماتی که نشان دهنده به اصطلاح مکان هستن
جلسنا تحت قبلة شاطرة. تحت به اصطلاح بعدش میشه مضاف الیه، خب بدل مضاف الیه و میگید که مجرور هم هست جر میگه. یا یرا بعض الصائحین ایران بلدا امنا، بعض الصائحین میشه مضاف الیه، یعنی صائحین میشه مضاف الیه. بعد هم از کلماتی که به اصطلاح میشه بعدش مضاف الیه میاد. مجرور به چی هست؟ مضاف الیه مجرور به یا هست. صائحین جمع مذکر سالم هست، گفتم در حالت جری با یا میاد. اما جمله بعد، جمله‌ای که در اولین درس کتابتون هست، فسیر البلد به بعد برار خبره، بعد برار، پس به وسیله آن با مولا در واقع به اصطلاح زمین را بعد از غبار آلودگی و غبار شدن سرسبز نمود. خب بعد برارن، یک برارن مضاف الیه و مجرور هست. پس اینها کلمه بعد، کلمه بعض و تحت بعدشون همیشه مضاف الیه میاد. خب اختبر نفسک، کرد خودت رو آزمایش کن، امتحان کن. عین اعراب کلمات ملونن، حالا به اصطلاح من رنگ و رنگ میشودن و دیدم که استاد تار در اومد اینجور شد این شکل در اومد. رسم الاولاد و صورتن جمیلتن علا رحم الساحله. اولاد و رسمه به اولاد و فائل مفعول، صورتن مفعول، جمیلتن هم صفت است. نقطه بعد، لا یصدق و لا یصدق العاقل قول الذی یکذب کثیرا. لا یصدق فعل العاقل فاعل، قولا مفعول هست. الشعب العالم شعب ناجح، ملت عالم یا ملت آرا ملتی موفق است. الشعب مبتدا، شعب خبر، مبتدا خبر، دو تاشون هم چی هستن؟ مرفوع هستن. از دهر و یامانه، روزگار دو روز است. از دهر و منتدا، یامانه خبر، دوتاشون هم مرفوع هستن. یامانه مرفوع به الف هست. المسلمون فی المصائب متحدون، المسلمون مبتدا، متحدون خبر، دوتاشون هم مرفوع به واو هستن. خب دو تا تست اینجا آوردم. عین تابع لاعراب المبتدا، عین تابع لاعراب المبتدا. قبلا توضیح دادم چه کلمه‌ای تابع اعراب قبل از خودش است؟ در واقع صفت. پس ما باید اینجا جمله رو مشخص کنیم که در واقع مبتدا به عنوان موصوف باشه، به یک صفتی گرفته باشه. عین تابع لاعراب المبتدا. خب البته طائر مائی، البته طائر مائی، البته مبتدا طائر خبر، خبر تابع به اصطلاح مرفوع هست اما تابع مبتدا نیست. اما جرح المریض یلتئم، زخم مریض خوب می شود، التیام می یابد. جرح مبتدا یلتئم خبر. سفرتن العلمیت مفیدتن، سفرت مبتدا مفیدتن خبر. علمیت عنوان صفت است برای چی؟ سفرت و علمیت و صفت برای سفرت و. پس جواب این هست. جلیس صبح شیطان، جلیس مبتدا شیطانون هم خبر. پس جواب ما چی هست؟ گزینه سه هست. چرا؟ چون به اصطلاح صفت و موصوف هست. تابع یعنی چی؟ یعنی صفت. سفرت و مرفوع، علمیت و هم مرفوعه. خب اگه مافیه صفتان مرفوعتان، جمله‌ای که یک صفت مرفوعی توش باشه را مشخص کنیم. یستفید و بعض البعض من الادویت مهدئت. خب بعضی از مریض ها از داروهای آرام کننده یا آرام
آموزش بخش استفاده میکنند. جمله بعد طلاب و مجدون ناجحون فی الامتحان. یعنی دانش آموزان پوشای ما یا پرتلاش ما در امتحان موفق هستند. خود نیسته جب و محفظت فارس مطبوعند. هوای دوستان فارس مطبوع است. رضا الواقفی، رضا الوالدین، رضای خداوند در رضایت پدر و مادر است. خب کجا ما یک صفت مرفوع داشتیم؟ ببینید در گزینه دو طلاب المجدون، یعنی دانش آموزان پرتلاش ما، سخت کوش ما. اینو قبلا خوندید که در زبان عربی برعکس زبان فارسی هست. در زبان عربی میگیم، در زبان فارسی بخشید میگیم دانش آموزان پرتلاش ما، اما در زبان عربی مضاف الیه بینشون میاد، یعنی یک اسم اضافه مضاف الیه بعد صفت. این دانش آموزان ما پرتلاش، پس میشه موصوف و صفت. طلاب و موصوف المجدون صفت مرفوع به چی هست؟ مرفوع به واو هست. پس این یک صفت مرفوعی هست که اینجا به اصطلاح اومده. یعنی شما دنبال باید دنبال ترکیب وصفی باشید. اگه اعراب کلمه به اصطلاح مضاف الیه و صفت رو خوب یاد گرفته باشید، تست رو به راحتی میتونید پاسخ بدید. موفق و معید باشید. خدایا رو نگهدارتون. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. دانش آموزان عزیز، کامران محمدی هستم، دبیر دبیرستان‌های شهرستان ممستنی. با اعدموی درس 5 عربی دهم عربی مشترک خدمتون هستم. در واقع این درس با درس رشته علوم انسانی هم مشترک هست، مال هم رشته علوم انسانی هست و هم تجربی و ریاضی. خب موضوعش رو من اصطلاحاً چون جمله اسمیه و فعلیه هست تقسیم بندی کردم دو قسمت، یعنی جمله اسمیه رو جدا تدریس می‌کنم، جمله فعلیه رو هم جداگانه. خب جمله اسمیه من با فارسی شروع می‌کنم. بنی آدم اعضای یکدیگرند. بکنم این شعری هست که روزا هم مناسبت داشته باشه. بنی آدم نهاد اعضای یکدیگرند بزاره. جمله بعد، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. تن آدمی میشه نهاد، شریف است به جان آدمیت میشه بزاره. یعنی کل عبارت شریف است به جان آدمیت میشه گزاره در زبان فارسی. پس همونطور گفتیم در زبان فارسی به بنی آدم و تن آدمی نهاد به بقیه جمله گزاره میگویند. اما در عربی به چه شکلی هست؟ در عربی الغراب و جاسوس و القابدی، الغراب و مبتدا، جاسوس و خبر، الشرطی و یحفظ و الامن، الشرطی و مبتدا یحفظ و به اصطلاح خبر، النجات فی الصدق، النجات مبتدا فی الصدق هم خبر. خب ببینید خبر کلمه ایست که بعد از مبتدا قرار میگیرد و معنای مبتدا رو تکمیل میکنه. پس جمله اسمیه شامل مبتدا و خبر میشه. مبتدا یعنی اسمی که در آغاز جمله اسمیه میاد، خبر کلمه ای که بعد از مبتدا میاد و معنیشو کامل میکنه، نه هر کلمه. باید حتما تو ترجمه معنی مبتدا کامل بشه. خب کلاغ جاسوس جنگل است، جاسوس رو میشه خبر. این کلمه به عنوان هسته، به عنوان خبر قرار میگیره. خب پلیس از امنیت محافظت میکنه، یحفظه میشه خبر. ان نظرات و فصف روایی در راستگوییست. خب نکته یک مثلا دقت کنید، خبر به سه شکل میاد. یکی اسم،
اسم جاسوس و اسم هست. دوم فعل، سوم حرف به اضافه اسم. این ما سه شکل خبر ما کلا داریم، اسم، فعل، حرف به اضافه اسم. این شکل های خبر هست که باید بلد باشید. خب نکته دو بچه دقت بکنید، مبتدا ممکن است به صورت مصدر یا ضمیر هم بیاد، یعنی به اصطلاح مصدر و ضمیر هم جزء اسم هستند. عنوان مثال عداوت العاقل خیر من صداقت جاهل. عداوت و مبتدا یعنی دشمنی کردن، میدونید که مصدر است. مصدر در زبان فارسی کلمه ایست که برای نشان دادن کار یا حالت اصطلاح به کار میره. در زبان عربی میگیم که اصطلاح این کلمه کاری به زمان نداره، زمان رو مشخص نمیکنه. دشمنی کردن کاری به زمان خاصی نداره. یا هیه عالمتون، هیه این زمینی هست، مبتدا عالمتون خبر، هنه صالحاتون، هنه مبتدا صالحاتون خبر، که هنه هم به صدا ضمیر هست، قبلا خوندید ضمیر منفصل. انا فی خدمتکم، انا مبتدا یک ضمیر هست، فی خدمتکم هم خبر هست. خبر از چه نوعی؟ از نوع حرف و اسم، یعنی نوع سوم هست. خب حالا اینجا تعریف مصدر را آوردیم، کلمه‌ای که انجام کار را بدون زمان نشان میده، کاری به زمان نداره، مثل کتابت، نشر. کتابت یعنی به اصطلاح نوشتن، نشر منتشر شدن یا منتشر کردن. صداقت یعنی راست گفتن، عداوت دشمنی کردن. غصت غصه خوردن، حزن یعنی اندوه. و به اصطلاح دوم احسان یعنی نیکی کردن، تعلیم یعنی یاد دادن و معالجه یعنی درمان کردن. که این نوع دوم رو هم به اصطلاح تو درس چهار، سه و چهار خوندید، از به اصطلاح کلمات مصادر در واقع به اصطلاح ثلاثی مزید هست که همون بابای ثلاثی مزید. نکته سه، این خبر شکل سه که گفتم خدمتون، خبر شکل سه چی بود؟ حرف به اضافه اسم. این حرف به اضافه اسم می تواند قبل از مبتدا بیاید و مقدم شود، مثل للبقته قدتون. للبقته میشه خبر، قدتون میشه مبتدا. تنها موردی هست و تنها شکلی از خبر هست که در واقع خبر میتونه قبل از مبتدا بیاید، وگرنه مبتدا که همیشه باید در اول جمله باشه، مبتدا در آغاز جمله اسمی میاد. یا لظرافتش صوتون خاصون، لظرافته میشه خبر و صوتون میشه مبتدا. خب ببینید اینها در واقع معنای داشتن هستن. لبتت قدتان یعنی مرغابی قده ای دارد، در واقع معنای داشتن و مالکیت است. لظرافت صوتون خاصون، ظرافه صدای خاصی دارد، یعنی این نکته یکی تو کنکور به اصطلاح زیاد روش تکیه میشه و مانور زیاد روش میدن. خب نکته بعد، نکته چهار، گاهی بین مبتدا و خبر کلماتی به عنوان مضاف الیه یا صفت فاصله میاندازد، یعنی بین مبتدا و خبر فاصله وجود دارد. سمعت العلم اخلاص العمل، سمرت و مبتدا اخلاص و خبر. علم چی هست؟ مضاف الیه، در عملی هم مضاف الیه. اضاعت و فرصت غصتان، اضاعت و مبتدا غصتان خبر. الفرصت مضاف الیه و مجرور بین مبتدا و خبر واقع شده. فقط تأکید میکنم که این نکته رو حواستون باشه، گفتیم که خبر شکل سوم وقتی که بر مبتدا مقدم بشه قبلش بیاد، معنای داشتن یا مالکیت میده. گفتیم که
قدرت قدرت ها نیزی مرغابی قده ای دارد یا زرافه صدای مخصوصی دارد. خب بچه این درستمون تموم شد، امیدوارم که یاد گرفته باشیم. خدا نگهدارتون. به نام خداوند رنگی کمان، خداوند بخشنده مهربان. دانش آموزان عزیز سلام، بنده کامران محمدی هستم، دبیر عربی شهرستان نمستنی. این درس رو در واقع اعلاموی درس پنج هست که تقسیمش کردم اعراب ببخشید جمله اسمیه رو قبلا گفتم، جمله فعلیه رو الان با اصلاح خدمتون تدریس کنم. خب اول تعریف جمله فعلیه بچه‌ها چی هست؟ جمله فعلیه جمله‌ای که با فعل شروع میشه. خب جمله‌ای که با فعل شروع میشه، یعنی در واقع این یه تعریفه، اما فعل در واقع رکن اصلی جمله در زبان عربی هست. اما فرمول جمله فعلیه مثل شکل هست، ما دو آیتم در اصطلاح جمله فعلیه داریم. آیتم اول فعل به اضافه فاعل، فعل به اضافه فاعل، من اینجا اشتباه تایپ کردم، فعل به اضافه فاعل. خب مثالش یخرج البوم فی اللیل، جغد در شب خارج می شود. خب این یخرج فعل، البوم فاعل. این آیتم در واقع فعل یک فاعل میگیره، اما آیتم دوم فعل به اضافه فاعل به اضافه مفعول هست. خب به عنوان مثال یندر البوم الاشیاء فی اللیل. خب یندر فعل، البوم فاعل، الاشیاء مفعول. خب فعل لیل هم که جار اومدون. خب اینجا فعلمون علاوه بر فاعل که حقش هست، در واقع هر فعل یک فاعلی نیاز داره، علاوه بر فاعل در واقع یک مفعولی هم به اصطلاح گرفته، یعنی جغد چیزها را یا اشیاء را در شب می‌بیند. اما شناخت نوع فعل‌ها، چون شناخت نوع فعل خیلی خیلی مهم است. خب با توجه به فعل‌ها، الف ما فعل‌هایی داریم به اسم فعل‌های کم توقع، یعنی من اسمشون گذاشتم فعل‌های کم توقع یا همون لازم، یعنی به فاعل خودشون بسنده میکنن، یک فاعلی نیاز دارن، مثل گفتم که فقط فاعل میگیرن، یعیش رو زندگی میکنن، ینتشر رو منتشر میشود، حزنم غمگین شد، فرحم شاد شد، و جا آمد. اما به اصطلاح فعل‌های پرتوقع چیه؟ فعل‌های پرتوقع رو بهشون میگن فعل‌های متعدی. فعل‌های متعدی فعل‌هایی هستن که به فاعل خودشون بسنده نمی‌کنن، یعنی علاوه بر فاعل یه مفعولی هم نیاز دارن. من بهشون گفتم فعل‌های پرتوقع، در واقع پر اشتها. خب به جز فاعل به مفعول هم نیاز دارن، مثل یندرو می‌بینن، چه چیزی رو می‌بینه؟ یزرع می‌کارد، مشاهده می‌کنند، مشاهده. تعلمون یاد می‌دهید، کتب نوشتن، همه اینها در واقع نیاز به مفعول دارد. چه چیزی را و چه کسی را قبلش بذاریم معنیش به اصطلاح درست در میاد. خب اما قسمت بعد آزمایشگاه افعال. بله تو عربی هم آزمایشگاه داریم. برای تشخیص افعال کم توقع یا لازم و مرتبط با متعدی چیکار کنیم؟ بعد از ترجمهشون چه کسی را یا چه چیزی را قبلشون اضافه میکنیم؟ اگر صحیح بود فعل مرتبط با متعدی، و اگر اشتباه بود هم لازمه. خب پس عنوان مثال مثلا حزن اندوهگین شد، چه چیزی را اندوهگین شد؟ خب لازمه. اما شاهده مشاهده کرد، چی کسی را یا چی کسی را مشاهده کرد؟ متعدیه. اما شناخت فاعل، فاعل رو باید خوب بشناسیم تا به اصطلاح بتونیم تو جمله تشخیص بدیم.
الف فاعل از لحاظ معنی پس از لحاظ معنی واقعا مطمئن ترین روش برای شناخت فاعل است. خب این از لحاظ معنی انجام دهنده کار یا به وجود آورنده حالت است و همیشه بعد از فعل میاد. به عنوان مثال این فاعل همیشه بعد از فعل میاد. حضر المعلم و فصل حضر فعل المعلم و فاعل. خب المعلم در واقع فاعل است، اما به اصطلاح فاعل در ظاهر. روش دوم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف فعل الله فاعل. فاعل همیشه مرفوع، یعنی در واقع او میگه. فاعل همیشه بعد از فعل میاد. البته اعراب فاعل به اصطلاح مربوط به کتاب تجربی و ریاضی یعنی مشترک نمیشه، اما خب بدونن برای تشخیص فاعل خب بهتره. فاعل همیشه مرفوعه، تی یعنی او میگیره. تصادفاً سیارتان، دو ماشین با هم تصادف کردن. سیارتان این الفش نشون دهنده مرفوع بودنشه. فاعل فعل فاعل. بله فاعل همیشه یک شخص که نباید باشه، بعضی مواقع فاعل یک شیء است. خب شجع معلمونه تلامی در شجع فعل معلمونه فاعل تلامی در مفعول معلمون فاعل مفعول به واو است. فاعل همیشه بعد از فعل میاد. خب اما نکاتی که در رابطه با جمله فعلی هست، نکته یک، گاهی بین فاعل و مفعول فاصله میافتد که بهترین راه تشخیص آن ترجمه است. خب عنوان مثال، طرق باب البيت في تلك اللحظه رجل طبيب. طرق باب البيت في تلك اللحظه رجل طبيب. ترجمه کنید، با در خانه را در اون لحظه یا در اون لحظه در خانه را مرد فقیری زد. خب انجام دهنده کار که رجل فقیر و رجل فاعل. ببینید بین فعل و فاعل چقدر فاصله افتاده. این از راه ترجمه امکان پذیره که شما معنی فاعل را بتونید تشخیص بدید. خب نکته دو، گاهی فاعل بعد از فعل ظاهر نیست که شناسه آخر به شناسه آخر فعل فاعل هستش، یعنی یک اسم ظاهری بعد از فعل نمیاد، به عنوان یک شناسه میاد که اون شناسه در واقع فاعل هست. عنوان مثال، مثلا شاهد و مئات المصابی، یعنی صدها چراغ را دیدند. عبارت کتابتون هست. خب کیا صدها چراغ را دیدن؟ آنها. واو نشون دهنده جمع هست. واو همیشه در زبان عربی نشون دهنده جمع هست. پس فاعل چیه؟ این واو. آنها مشاهده کردند. در زبان فارسی ما داریم رفتن میم فاعلش هست، رفتند نه ده فاعلش هست. خب بعد جمله بعد، ذهب الغواصانه الى اعماق المحیط. ذهب فعل، الغواصانه فاعل. فاعل مرفوع به چی است؟ مرفوع به الف است. در واقع اینجا اما برای نکات تحلیلی، نکته یک، فعل باید از نظر جنس با فاعل مطابقت کنه. یعنی اگر فاعلمون مؤنث بود فعلمون هم باید چی باشه؟ مؤنث باشه. عنوان مثال، حاول المعلم فی التدریس. حاول فعل، المعلم فاعل. فاعل مذکره، فعل هم چیه؟ مذکره. اما تو قسمت این پایین افتاده، حاولت معلمتو فی التدریس. حاولت معلمتو فی تدریس. معلمتو چون مؤنث هست، حاولت هم چی اومده؟ مؤنث اومده. پس فعل و فاعل، فعل از لحاظ جنس باید مثل فاعل باشه. نکته دو، ضمیر یه یا متکلم بعد از نون وقایت مفعول است. ضمیر یه بعد از نون وقایت هست به اصطلاح مفعول.
میگن در واقع باعث میشه که حرکت فعل رو بتونه حفظ بکنه. یعنی فعل وقتی که میگیم عرفنی یا مفعول به است، نون رو بهش میگن نون وقایت. چون اگه نون نباشه این عرفن فعل مجبوره که به اصطلاح کسره بگیره و کسره گرفتن هم از ویژگی‌های فعل نیستش. پس این نون میاد برای اینکه جلوگیری بکنه از کسره گرفتن عرفه، چون یه نون وقایت نگه دارنده. پس یا مفهوم است. نکته سه، ضمیر نام در فعل ماضی اگر قبلش ساکن باشد فاعل است. یعنی اگر قبل از نا ساکن